آب در ردیف خاک و باد و آتش از عنصرهای طبیعی حیات آفرین است که عالم طبیعت میلیاردها سال است که از وحدت و زیدیت این چهار عنصر به حیات خود مقاومت میبخشد. آب در طبیعت زیاد است، ولی آب شیرین و قابل نوشیدن به قدر کافی همگان را دسترس نیست و محض آن همین دسترس نبودن آب شیرین و تازه قابل استفاده مشکلات رقم یکی اهالی لبتشنه سیاره گردیده است. میگویند آب این خون زنده است که به طبیعت و ثروت های آن حیات می بخشد. در واقع این سخن اساس دارد، زیرا محض آب اساس حیات انسانی است. آبهای تازه قابل نوشیدن اساساً از حساب آبهای کل دریاها و آبهای زیرزمینی شیرینی از نگاه اکولوژی تازه دانسته می شوند و این آبها سرچشمه خود را از پریخوا می گیرند. به حساب کارشناسان سطح بین المللی، آن قریب 10% این سیاره سبز را که باعث سبز بودنش آب است، خشکی و 90% دیگر را آب تشکیل می دهد. البته این درصد بزرگ از حساب آبهای بحر و اقیانوس های جهانی است که قابل استفاده انسان نیست. در حقیقت آب عامل اساسی حیات است، زیرا به آب یگان نباتات و حیوانات زنده، عموما انسانیت زندگی کرده نمی تواند. همه جریان های متابولیکی ارگانیسم به طفل آب به عمل می آیند و مست به طفل آب هستی حیات در روی زمین وابستگی دارد. از این رو وابسته به این مسئله کمی فراختر حرف زنیم، در تمدن همه ملت و خلقت ها نقش آب خیر بوریز گذاشته شده است و همه ملت و خلقت ها آب را پرستش می کنند و بحر بهبودی است هم مقدار و هم صفت آن تدبیر جویی می نماید. اگر در مجموع گیریم، امروز در کره زمین قریب 1,338,000 کیلومتر کوبی آب موجود است و از این مقدار تنها 35,000 کیلومتر کوبی این آبی آشامیدنی می باشد و امروز از این مقدار آبی آشامیدنی تنها 13,000 کیلومتر کوبی اش از جهت اقتصادی دسترس می باشد. انسان برای دسترسی خیش به آب تازه آشامیدنی از روز پدید آمدن سیاره زمین تا کنون تمام قدرت و نیروی خیش را استفاده نموده ایستاده است. مسئله دسترسی به آب تازه آشامیدنی مشکلات است قدیمه و دامندار که طول هزار ساله هاست کشورهای علاهیده را فرا گرفته است. اما متاسفانه طی 10 ساله اخیر این مشکلات دامن فراخ پیدا نموده، ساکنان قلمرو کشورهای زیاد را به بحران آبی روبرو نموده است. در قطعه های گوناگون جهان مشکلی ها گوناگون می باشند. فرض کردیم در اروپا چکی گونه مشکلی ها وابسته به آب هستند. در آنجا مشکلی نارسایی آب نیست، آب زیاد است، لیکن مشکلی وابسته به صفت آب است. یعنی کشورهای اروپا اصلا دولتهای رشد کرده می باشند و در این کشورها صنعت به نهایت خوب رشد کرده است و آب زیاد استفاده برده می شود و در نتیجه آبهایی که در صنعت استفاده برده می شوند باز به دریاها با صفت پست، یعنی افلاس شده، پرتفته می شوند. یعنی در کشورهای اروپا اصلا مشکلی های آبی این مشکلی های اکولوژی می باشند که صفت آب خیلی پست گشته است. در برابر این، در این قطعه مشکلی ها وابسته به آبخیزی ها هستند. فرض کردیم در قطعه آسیا و آفریقا گیریم، در اینجا ذخیره های آبی کم هستند. مثال اگر عموما از در باره آبهای استفاده می شودگی گپ زنیم، 70% آن برای احتیاجات کشاورزی در سطح جهانی استفاده برده می شود. همگی 20% برای احتیاجات صنعت و 10% باقی مانده برای احتیاجات کمونالی، خواجگیداری و آب نوشاکی استفاده برده می شود. در شرایط امروز که روند با سرعت تغییریابی گلوبالی جهان را فرا گرفته است، مشکلات دسترسی به آب آشامیدنی دوچند و دهچند افزایش یافته ایستاده است.
دوامی سالها از بی آبی و شرایط بد سانیتاری در کشورهای بی آب به مثل برخی از کشورهای آفریقا هزاران کودکان می فلتند. امروزها آب در کشورهای گرفتار بحران بزرگ بی آبی بالاتر از همه ارزش و چینک های مالی و پولی و حتی جان انسانی می ایستد. در روند گرمشوی گلوبالی اقلیم امروزها در زمان معاصر و ترقیات کیهانی تکنولوژی زیاد کشورهای سیاره به خصوص کشورهای قدعه آفریقا و آسیا را بی آبی فرا گرفته است، ولی متاسفانه نه تکنولوژی نوین و نه انسان می تواند که از موه منبع های آب آشامیدنی پیشگیری نماید و تشنگان را سیراب سازد. و عموما اگر زیاد شوی اهالی را امروز بینیم، امروز در سطح جهان 7 از 10 6 میلیارد اهالی موجود است و طبق حسابات های آلمان در سال 2050 مقدار اهالی جهان به 9 از 17 میلیارد نفر میرسد. یعنی در دوام 30 سال آینده مقدار اهالی به 2 میلیارد نفر زیاد میشود. انکه بینید وقتی که مقدار اهالی به 2 میلیارد نفر زیاد شد، هر یک نفری آن طلب دارد به آب و آن چیزی که خوراکی که این مقدار اهالی استعمال میکند، آن لباسی که میپوشد و دیگر اشیاهایی که استفاده میبرد، قریب همه آن در اساس آب به دست آورده شدند و بنابراین استفاده آب نیز در سطح جهانی زیاد میشود. ایان به نظر میرسد که کشورهای قدعه آفریقا را آنچنان به آبی فرا گرفته است که حتی دوامی 24 ساعت یک شبانه روز به مقدار کافی نمیتوانند آب استعمال نمایند. اگر برای استعمال و خانه ساختن ارگانیسم آب دسترس نیست، پس از چگونگی حالت سانیتاری و گیگینی اهالی این کشورهای لبتشنه از آب حرف زدن، وضع ساکنان یک قطار کشورهای آفریقا امروزها از نارسایی آب آشامیدنی خیلی در حالت بد قرار دارد. اگر در بعضی از ممالک ها انسانیت برای دریافت غذا تلاش داشته باشد، در منطقه های خشکی زده آفریقا مردم برای آب نوشیدن بیشتر از غذا احتیاج دارند. حالت سانیتاری اهالی این کشورها از نرسیدن آب تازه خیلی ناگوار است. امروز در سطح جهانی قریب 750 میلیون نفر اهالی دسترسی به آب نوشاکی تازه ندارد امروز و بسیاری از این اهالی در قطعه آسیا و آفریقا زندگی میکنند. امروز برای یک نفر آدم در آسیا مرکزی در یک سال 2000 متر کوب آب رست میبیند، لیکن در اسرائیل اگر گیریم برای یک نفر آدم در یک سال حتی 300 متر کوب آب هم رست نمی بیاد. آنها ذخیره آبیشون به نهایت کم است. وابسته سن سال فایزی مقدار آب در ارگانیسم هر خیل می شود. مثلا آب در داخل یعنی در ترکیب خون 90-92 فایز را تشکیل می دهد. در مغز سر باشد 85% فایز را تشکیل می دهد. در گرده ها باشد 83% فایز را تشکیل می دهد. در عضوهای داخله باشد 76-86% فایز را تشکیل می دهد. در استخوان 20-22% فایز را تشکیل می دهد. در مشک ها باشد 70% فایز را تشکیل می دهد. و در مثال چرب ها باشد از 10-30% فایز را تشکیل می دهد. یعنی ترکیبی اساسی حجیره و محیط داخلی ارگانیسم از آب عبارت است. وظیفه آب در ارگانیسم این برای نفس گرفتن، یعنی برای نرم کردن اکسیژن در هوا بوده، برای کشش خوردن مشک ها، برای کشش خوردن یا که سایش خوردن بوغم ها، برای از بدن انسان برآوردن باقی مانده و ماده های زهرالود که برای انسان مثلا زیان میبارد براوردن، برای اشتراک کردن آب در فعالیت کاری مغز سر. در ارگانیسم انسان باید هر یک شخص وابسته از فصل سال از 800 تا 2-2.5 لیتر آب در یک شبانه روز استعمال نماید که این وابسته از خوراکی که میخورد، وابسته از مثال نوشاکی که می نوشد، همه این به حساب گرفته می شود. در وقتی که نمنمکی بدن از 10% اگر مثلا تلف دهد،
одам метнад ки инсонро ба ҳолати барқарор нашаванда, яъне ба ҳолати ба ҳалокат овардан расонишам мумкин. Онҳо барои дарёфти об тамоми ҳаёти худро дар хорӣ мегузаронанду пайи ҷустуҷӯи манбаъҳои обӣ. Барои ин мардуми лагташна, муҳайё кардани оби тозаи нӯшиданӣ хушбахтии бепоёнро мебахшад. Ҳангоми дастрасии онҳо ба об, хушҳоливу шодиро аз чашмони ин ташналабон метавон эҳсос намуд. Ҳатто эҳсоси беобии ин мардумро дар худ фикр кардан барои ҳар нафар ғамангез аст. хушкӣ, лабташнагӣ, қаҳтӣ ва ҳолати бади санитарӣ мардумро аз беобӣ ва дастрасӣ надоштан ба оби ошомиданӣ тоза ва безарар фаро гирифтааст. солҳост ки гӯша гӯшаи сайёраи заминро чунин буҳронҳои шадиди экологӣ фаро гирифтааст ки зарару хатару мусибаташ бар сари сокинони ин гӯшаҳои офатзадааст. бинобар ногувории вазъи экологии иқлими сайёра, як гӯшаро хушкиву гармӣ таҳдид мекунад, минтақаи дигарро сардиву борону барф ва қисмати дигарро бошад беобии бемайлону сӯхтор дар ҷангалзорҳо. инсоният бояд андеша кунад, ки ҳама аз хурд то бузург дар якҷоягӣ рӯи ин сайёраи хокӣ, ки ном онро замин аст, ҳаёт ба сар мебаранд. дар сайёраи замин касе дар ҳасрати обу дигаре ғарқи об аст. ба ҳисоби коршиносон, имрӯз 40% аҳли башарро беобӣ таҳдид мекунад. воқеан ҳам вазъи ҷаҳони имрӯз бинобар ногувории ҳолати экологӣ ва мушкилотҳои дар ин раванд ба миён омада аз қабили тағйирёбии глобалии иқлим хеле ногувор арзёбӣ мешавад. тибқи арзёбии коршиносон, давоми як рӯз барои нӯшидан ва будубошт барои инсон на кам аз 20 литр оби тоза зарур аст. аз ин 20 литр инсон 5-6 литрро барои нӯшидан сарф менамояд, то талаботи организми худро ба об қонеъ созад. бубинед, ки давоми рӯз аз 20 литр оби лозим буда барои ҳар як сокин, идея аз кишварҳои ташналаб ба миқдори лозима оби тозаро дастраси хеш надоранд. созмонҳои байналмилалӣ, кишварҳои тавоно, имрӯз пайи кӯшишу талош баҳри ҷустуҷӯи роҳи ҳаллу чораҷӯии мушкилоти мамолики ниёзманд, хусусан кишварҳои ниёзманди оби ошомиданӣ пайи гуфтушунидҳо ва чораандешиянд. дар сомонае аз шабакаҳои интернетӣ омада буд ки коршиносон таҳлил карда ба хулосае омаданд ки фақат дар Амрико солона миллиардҳо доллар барои бозии голф сарф мешавад. ки агар ин гуна маблағҳои бузургро ҷамъоварӣ намуда барои таъминоти оби ошомидании сокинони дар ҳоли буҳрон буда сарф намоянд, метавон аз беобӣ пешгирӣ кард. нормаҳое ки ба ҳар як инсон чанд қадар об рост меояд, бояд қайд кард ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳот тибқи стандартҳо барои як нафар одам дар як шабона рӯз то 95 литр об лозим аст. дар шаҳр бошад ин нишондод зиёдтар аст. то 240 литр дар як шабона рӯзро дар бар мегирад. ва дар албатта ин нишондиҳандаҳо дар ҳама гуна кишварҳо гуногун мебошанд. ин вобастагӣ дорад аз дастрасӣ ба об. агар захираҳои обӣ зиёд бошанд, албатта ин нишондод зиёд карда мешавад. агар захираҳои обӣ кам бошад, ин нишондод кам карда мешавад. агар ҳозир нигарем ба он кишварҳое ки ба дастрасӣ ба об танқисӣ доранд, ин кишварҳои фарз кунем Арабистони Саудӣ, Кувайт, Израил, Иордания ва дигар кишварҳое ки дар Осиё ва Африка ҷойгир мебошанд ва албатта ин нормаҳо дар ин кишварҳо камтар мебошад. аз ҳамаи обҳое ки ҳастанд ба арзёбии олимон аз 2.5 то 3%-аш фақат оби ошомидани асту халос. ва тавассути бисёр технологияҳои муосир метавонем ки боз то 0.5% дигар оби ошомиданиро ба даст биёрем. ҳама ин маъноеро дорад ки вобаста ба афзудани аҳолии сайёра, ки рӯ ба афзоиш дорад ва мо ва шумо медонем ки
то солҳои 2030 алакай то 9 миллион мерасад ва соли 2050 бошад 50 бошад мо 10 миллионро интизор ҳастем ва талаботи рӯзафзун нисбати об зиёд шуда истодааст аз ҳамин сабаб пас дар назди олимону мутахассисон масъалаҳои асосӣ меистад ки чӣ гуна технологияҳои нави энерго ва захирасарфавӣ пешниҳод намоем то ки ба ҳадафи асосии худ бирасем. Танқисӣ аз оби ошомиданӣ, ки мамолики африқоро зиёд фаро гирифтааст, мушкилотест бузургу ҷаҳонӣ, ки бо ҳамгироии 1, 2 ва ё 3-4 кишвару созмонҳо ҳалли худро намеёбад, балки муттаҳидии ҳама кишвару созмонҳои ҷаҳониро тақозо мекунад. Дар ростои чунин кишварҳои ташаббускори ҷаҳон метавон ҷумҳурии тоҷикистонро ном бурд. البته جمهوری تاجیکستان با ذخیره بزرگ و فراوان آب شیرین خود و تشبث‌های پیشنهادداشتش نزد سازمان ملل متحد در حل مشکلات آب تازه سیاره کشور است آبدار و تشبث‌کار. امروز زیاده از 40% مردم سیاره عموما دسترسی به آب ندارند و آن قریب 20 نفر دیگرش دسترسی نچندان خوب دارند. با از همین جهت ما میدونیم که نو و سب به مسئله های معینه که امروز در پیش مردم استوده است و مسئله اساسی که به تامین به خطری آذوقه‌واری دخل دارد که به حیات و فعالیت انسان در یکمین درجه می باشد به آب یگان معنا ندارد. نوابسته از تشبسکار و آبداری کشورمان در جمهوری هستند منطقه هایی که ساکنان به آب آشامیدنی دائما تأمین نیستند، ولی در هر صورت کامشان شاداب و خاندانشان آبدار است. امروز ما در تاجیکستان مشکلی داریم وابسته به تأمینات آب نوشاکی اهالی در دهات علال خصوص. امروز همگی قریب 48% اهالی دهات با سیستم های تامینات آب نوشاکی پیوست هستند و باقی مانده باشد به این سیستم پیوست نیستند و آنها از نقطه های گوناگون آب را آورده در هر خل جای ها نگاه می‌دارند و استفاده می‌برند و در دوام این 10 ساله امکانیت هست که ما لایحه ها سرمایه ها را از سرچشمه‌های گوناگون جمع آوریم و لایحه ها را تطبیق نماییم در سمت حل نمودن این مشکلی ها در ساحه آب نوشاکی. البته با رسیدن به هدف های برنامه 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سال های 2018-2028 در کشور ما این مشکلات ها یقین است که برطرف می گردند. زیرا آب تازه و شیرین جمهوری ما نه تنها می تواند اهالی خودی را به آب تامین سازد، بلکه منطقه را نیز قادر است شاداب گرداند. در تمام گوشه و کنار کشور ما البته که آب آشامیدنی هست. اگر قبرهای آب آشامیدنی روی حوله های خانه ما نباشد، حتما که کل و چشمه و دریاچه های صاف و زلال از نزد دهه و شهرک های ما جاری است که مردم از آن استفاده برند. یعنی خوشبختانه چون کشورهای لب تشنه و چشم براهی آب نیستیم و از آب و نعمت بزرگ چون آب تازه فراوانیم و شکرگزار.